پدیده هست در غرب که بهش میگن سوینگر کلاب، که یکیشون هم پشت سر منه. سوینگ یعنی تاب خوردن، ولی اصلا فکر نکنید که سوینگر کلاب جاییه که همه میرن با هم تاب بازی میکنن. یه داستان عجیب و شوکاوری اینجا اتفاق میفته که باید ببینید. فقط میخوایم با دوربین مخفی بریم داخل. ما مثلا آیه در قرآن داریم یه ولا تبرجن تبرج جاهلیتا بید اولا، پس یه اخرای هم داره دیگه. اگه پیغمبر الان خدا نمیگه اولا به کجا برمیخورد؟ زنا خودشون رو برج تو خیابون میکردن، یعنی مسابقه میدادن برای اینکه بیشتر نگاه ها رو جلب خودشون بکنن. به عمد جوری راه میرفتن پاهاشون رو میکوبیدن زمین که نگاه ها جلب بشه. خلخال به پاشنه پاشون به پاشون میبستن که موقع زمین کوبیدن صدا هم بده. توی خیابون عمدن از جایی میرفتن که محل گذر مردم بود، بعد مردم هم با چشماشون اینا برج میشدن. به این ستاره های آسمون که خیلی درخشنده است میگن بروج، به خاطر چی؟ میگن تابه تو چشه. الان اینطوری نیست، اصلا همین شده امروز تو دنیا. زن بیاد تو فشن تیوی ها یه جور خاصی را بره پاشو زمین بکوبه جلب توجه بکنه که ببیننش. تو خیابون بیان مسابقه بذاریم برای هم دیگه که آقا بیشتر دیده بشیم، بیشتر برج بشیم، در مخالفت صریح با قرآن. یعنی جاهلیت به اوج خودش رسیده الان. یه جاهای ما از اعراب جاهلی زدیم جلوتر. این ما میگم ایران رو نمیگم، دنیا رو دارم میگم، بشریت رو میگم. تا جایی که اصلا برخی زنان اونجا صاحب پرچم بودن در تاریخ، روی خونه‌شون پرچم می‌زدن، یعنی اینجا فاحشه خانه است. برخی زنان لقبشون ذات البعول بود، یعنی صاحب شوهرها. باکی هم از این مطلب نداشتن دیگه، اسمشون در رفت. انواع اقسام زناهای عجیب غریب داشتیم که حالا من اونجاش که میشه گفت جلو دوربین من میگم، ببین اونجاش نمیشه گفت چیه. این جاهلیت هایی که الان برای شما مثال میزنم شما دونه دونه تطبیق خواهید داد با عصر کمونیست. اما بریم سراغ موارد مختلف. نکاح المقت، زناشویی نفرت آمیز و نفرت انگیز یک نوعش بود، یعنی اینا اسم داره ها، بابت اینا ما آیه تو قرآن داریم. نوع دیگرش نکاح البدل، یعنی تعویض کردن زنان. این در بین اعراب جاهلی بود. طرف میامد میگفت انزل الی عن امرأتک انزل لک عن امرأتی، با همین لفظ اینا میتونستن همسران خودشون رو مبادله کنن. این همین رو در الان در مسئله، ببخشید عذر میخوام، شأن اینجا بالاتره. اینا مثلا سکس زبدری دارن جا میندازن دوباره سر میز در دنیا. Hallo. Hallo. Oh, Schnee? Ja. Ja. Hier ist es. Hey, gibt's doch den Kräut und Zeit? Ja, ja, ja. So, it's pretty quiet. I have just one couple. But just one couple just here? Just one couple here, yeah. Okay. Hier ist es Sex Club? Swinger Club, no sex club. No prostitution or something. No girls. What is the difference? Swinger Club is just for private people. Yeah. You can have fun if anybody is here or not. How can somebody tell to a couple that how to sex with you? It's like on a normal bar. You sit and you talk together and maybe you have some sip and tea and go together or not. Wednesday, a lot of single women here. They want to have sex with a lot of men. Yeah. It's gangbang party. Wednesday. What that mean? On Wednesday come single ladies who want to have sex with a lot of men. Uh-huh. With a lot, together, all together. One girl with some men. Or two girls with a lot, or three with a lot. مورد بعدی نکاح الخدم بود. یعنی اینها خدمت شما عرض بکنم یک رابطه نامشروع مثل یک بحث مثلا فرد طرف مثلا معشوقش باشه. این رابطه رو داشت، اما برخی هم میفهمیدن، اما اینجوری نمیشد که اون طرف معروفه بشه، اون زن. این رابطه متاسفانه این رابطه هم در جهل جدید امروز جهانی میبینید که ببینید یک نفر بدون شرایط شرعیش یک مردی با یک زنی، یک پسری با یک دختری ارتباط گرفته و متوجه نیست داره آسیب بزنه. این همون جهل کهن، همین امروز جنون اسمش عوض شده. مورد بعدی نکاح الجمع بود که خدمت شما عرض کنم یک نوع بحث، ببخشید عذر میخوام، زناشویی همگانی. اون بالا اون کسی بود که پرچم به خونه هاشون بود، ده نفر بلند با هم بلند شده رفتن توی فحشاخانه دیگه، این نایت کلوب هایی که امروز انداختن تو کل دنیا. نکاح الاستبضاء بدترین و شرماورترین نوع
زناشویی که در میان اعراب جاهلی بود، خدمت شما عرض بکنم که اسمش بذاریم مثلا زناشویی ژنتیکی. چجوری؟ طرف میده در میان اعراب یک نفر شاعر خوبی است، میخواست بچه شاعر خوبی بشه، خودش میرفت همسرش میداد به اون شاعر که یک بچه شبیه اون شاعر داشته بشه. در ترکیه تارکان یکی از خواننده هاشون، دخترها جلو در دفتر کاری این صف میکشیدن که فرزندی شبیه به او داشته باشه. همین ترکیه امروز الان در مورد نمیدونم مایکل جکسون هم همین بحث پیش آمد. جهل امروز بدتره. چرا؟ چون او بدبخت بیچاره دایه علم نداشت. او هیچ وقت نمیگفتش که آقا من علامه دهرم، من فلانم، من بهمانم و همون جاهلیت رو انتخاب میگرد. این یکی دایه داره، یکی خدا رو میزنه کنار. این بشر امروزی میگه من خودم مدیریت کنم. همون گنده بلکه بدتر. امروز شما دارید میبینید در دنیا اتفاق افتاده. نکاح و رخت هی دو چشم تی دست دار، این هم بینش جور زناشوی دست جمعی که این قانون هم داشت، انهای کوچکتر مساحی ده بزرگتر از یک، تعداد باید از یکی بیشتر میشد، کمتر از ده تام یا حداقل ده تام میشه، بیشتر از ده تام ارتباط برقرار میکردن. بعد زن وقتی بچهش به دنیا میومد به هر کی دلش میخواست میگفت این بچه فلانیه. توی اینجا اگر بچه پسر میشد، این معمولا این زن انتصاب میداد اینو به ثروتمندترین اونها و فلان. امرآس این تو به دنیا اومده، تاریخ میگه امرآس مادرش با این که کسان دیگه هم بود، او دید آس بیشتر از همه بهش میرسه، پول میده، هواشو داره، گفت این بچه اونه. در حالی که قیافه شناسان، چهره شناسان، ژنتیک منهاشون میگفتن امرآس بیشتر از همه شبیه به ابو سفیانه. یعنی چون ابو سفیان هم شراکت داشته بود توی اون 10 نفر. اگر هم بچه دختر می اومد، این زن از هر کدوم از اون دهمت بعد بیشتر بدش می اومد انتصاب میداد به اون. در بسیار از موارد هم اصلا بچه دختر رو نمیپذیرفتن، میگفتن مال خودت باشه، میخواد زنده به گورش کنه، میخواد بزرگ بشه. ابن زیاد هم همینها، ببخشید عذر میخوام، زیاد ابن ابی. ابو سفیان یک جا وقتی خلیفه دوم ایستادن، زیاد میره یک قائله رو در زمان خلیفه دوم میخوابونه. وقتی برمیگرده خلیفه دوم بهش میگه که حیف که حرامزاده ای، وگرنه خوب این کارو انجام دادی. یعنی حلال زاده نیستی فلان، اینطوری بهش میگه. بعد که بله دیگه خدمت شما عرض بکنم، وقتی که میره بیرون، ابو سفیان میگه اگه از طرز عمر نبود میگفتم که این پسر خودمه. زمخشری میگه 4 نفر بودن که احتمال انتصاب اونها به معاویه میرفت، یعنی که باباشون بوشه. یکی امارت ابن ولید بود، یکی صباح بود، یکی ابو سفیان بود، یکی مسافر بود. که زمخشری عالم بزرگ اهل سنت به عنوان 4 پدر بزرگوار یاد میکنه. اینا که این معاویه است که جلو امیرالمومنین میسته، اون یزیده که جلو ابا عبدالله میسته.